آیاتی رو از مزمور 103 1 تا 5 براتون قرائت میکنم. امیدوارم به این عادت یک بارم اشاره کردم. این به این عادتی که زیاد پسندیده نیست. واقعا نمونیم که وقتی آیاتی رو براتون قرائت میکنیم یا هر کسی تو اینترنت گوش میدین، تو صداها گوش میدین، تو کلیسا گوش میدین، یعنی منتظرین که کسی که داره تعلیم میده یا موعظه میکنه او براتون تفسیر کنه. این اشتباه خیلی فاحشی عزیزان. سعی کنین از همون اول، واقعا اول که با آمادگی قلبی بیاین و همینطور وقتی داریم کلامو قرائت میکنیم این انتظار رو داشته باشین از روح قدوس خدا که خود کلامو همینطور که داریم میشنوین روح القدس براتون تفسیر کنه. آمین. روح القدس براتون باز کنه. شاید انقدر مکاشفات خودتون بگیرین که خودتون تازه به تعلیمی که من میدم کمک کنین. آمین. یه موقعی عادتی که مثلا وای میسیم گوش میدیم، آها الان تموم بشه کلام، اون قرائت کلام عالی که پر از حیات، پر از نوره، شنیدن کلام خدا خودش در اون فیض جاری میشه به تک تک ما. آمین. و منتظر میمونیم تموم شه، اون واعظ فکر میکنیم مثلا تافته جدا بافته است، اون الان یه چیزی تفسیر میکنه که شاید ما ندونیم. مطمئن باشین روح القدس تو همه تونه و خیلی عالی میتونیم مکاشفه بگیریم تک تکتون اگه با گوشای جانتون کلام خدا رو بشنوین، اگه با انتظار و تشنگی اینجا اومده باشین. روح القدس تفسیر کننده کلامه، معلمه، رهبره، آمین، روشن کننده است، تنبیه کننده ذهنای ماست. پس این انتظار رو داشته باشین همینجور که دارین گوش میدین روح القدس کشف کلام ببخشه و مایان ساده دل رو در کلام زیبا و عالیش فهیم بسازه. آمین. آمین. فریده ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را میامرزد و همه مرضهای تو را شفا میبخشد، که حیات تو را از حاویه فدیه میدهد و تاج رحمت و رفعت را بر سر تو مینهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. آمین. وقتی این پنجتا آیه رو می خونیم می بینیم داوود چقدر در مورد اعمال با شکوه خدا داره تفکر می کنه و اونا رو به یاد میاره و اونا رو می نویسه و داره اعمال خدا رو می ستایه. وقتی تو این پنجتا آیه نگاه می کنیم داره اشاره به محبت خدا می کنه، به بخشش و مهربانی و رحمت و عدالت و صبر و ملایمت خدا می کنه. وقتی این آیات رو می خونیم و همینطور امروز، آمین، که آویزه گوشمون بشه وقتی سفر زندگی ما سخت میشه، وقتی نمیتونیم نفس بکشیم، وقتی بادهای مخالف از هر سمت به سمت ما میاد، مثل داوود بتونیم روی این آیات تعمق کنیم، روی برکات خدا، خود شخصیت عالی خدا حساب کنیم. آمین. وقتی حس میکنیم چیزی نداریم توی زندگی، چیزی یادمون نمیاد که بخوایم خدا رو بپرستیم، شکرگزاری کنیم، روی این آیات تمرکز کنیم. داوود انگار هیچ چیزی نداشت ولی به جان خودش نهیب میزنه. ای جان من، دهنتو ببند، اینجوری خمیده نشو، سرتو بالا کن، دهانتو باز کن و خدا رو بپرست. آمین. و آیه 5 قلب تمامی این مزموره که میگه که جان تو را به چیزهای نیکو سیر میکنه تا جوانی تو مثل عقاب تازه بشه. اگه واقعا با گوشای جانتون موعظه یک شنبه رو شنیده باشین، امروز این یک دسریه برای اون غذای خیلی گوشتی و عالی که میتونه واقعا میتونه باعث هضم بیشترتون بکنه. اگر هم همینجور رفتین و اومدین دیگه من وظیفه خودم رو انجام دادم. آیه 5 داره از سیر شدن صحبت میکنه، از راضی شدن. ما رو سیر میکنه، نه با چیزهای معمولی عزیزان. با چی؟ میگه با چیزهای نیکو جانتو رو سیر میکنه. عزیزان یادمون باشه رضایت راستین، اون رضایت درونی در این زندگی کمیابه.
حتی فاتحان این دنیا مثل اسکندر مقدونی، بزرگترین امپراتوری که چقدر فتح کرد دنیا رو، ثروتمندترین مردان آمریکا مثل راکفلر، زیباترین زنای هنرپیشه‌هایی که میشناسین، وقتی که به اونا نگاه میکنیم میبینیم اصلا سیر شدن و چیکار به دست نیاوردن. برای همین خودکشی ها، افسردگی چقدر در اونا زیاده. هیچ کس، برای اطلاعتون باید بگم، هیچ کس نمیتونه سیر بودن و راضی بودن و اون قنای درونی رو به دست بیاره. چرا؟ چون رضایت یک چیز طبیعی برای انسان نیست، هرگز نیست. یک انسان طبیعی هرگز درونی راضی نیست. مقطعی چرا؟ اگه پاس بگیره، خونه بگیره، یه عشقی بهش منتقل بشه، یه چیزایی رو به دست بیاره، یه رضایت فقط مقطعیه. پس رضایت درونی، اون رضایتی که داره میگه سیر شدن، یک چیز طبیعی برای انسان، برای هیچ کدوم ما نیست. بلکه چیه؟ چیز طبیعی نیست، بلکه یک برکت روحانیه، یک فیضه از خدایی به ما میرسه عزیزان، که خودش سیر و پره. این همون خداییه که خودش برای خودش کافیه، خودش سیره، بی نیازه. او تنها کسیه که کفایت کامل داره. چون سیره میتونه ما رو سیر کنه، میتونه قلب ما رو پر کنه عزیزان. وقتی داوود رو نگاه میکنیم تو زندگیش پر از شادی های دنیایی بود، با این وجود میگه تنها و تنها خداست که میتونه به من رضایت درونی بده، تنها خداست که این ثروت روحانی رو میتونه به من بده. اگه ما در مسیح باشیم، تمامی این ثروتی که داره داوود میگه شامل حال ماست. باور میکنی؟ ولی متاسفانه بیشتر ما این رضایت کامل رو تجربه نمی کنیم. با اطمینان کامل میگم، از طرف خودم دارم میگم، تجربه‌ای که خودم کردم مخصوصا این اواخر، ما این رضایت، این سیری رو تجربه نمی کنیم. مثل قوم خدا 400 سال عزیزان به خدا ایمان داشتن، ولی مثل برده در مصر زندگی میکردن. متوجه این؟ برده بودن ها 400 سال و هیچ گله و شکایتی نمی کردن. اصلا عادت کرده بودن به اون پا تو تله موندن، یادتونه؟ از اسارت که خارج شدن، عیسی با فیضش اومد خارج کرد، غرغرا شروع شد. راضی نیستیم، دائما از خدا شاکی بودن. خدا برای چی اونا رو آورد بیرون؟ برای اینکه به آرامی خودش، به اون رضایت خودش، به اون سیری خودش این قوم رو داخل کنه. ولی اونا اومدن بیرون ولی داخل نتونستن بشن تو اون آرامی خدا، جایی که تمامی لذت ها بود، جایی که تمامی اون رضایت در اون پوری بود. ولی اونا دائما چیزایی که در مصر بود میخواستن. خدایا به ما کمک کن، خدایا به ما اینو بده، اونو بده. یادتونه هر دفعه که احساس سیری نمی کنی، بدون چشم و دل دنبال خدا نیست. اگه ما صادق باشیم در رابطه با خودمون هم همینطور، دست کمی از قوم خدا نداریم. ما بیشتر به دنیا رو میخوایم، یعنی خدا رو میخوایم برای اینکه بیشتر به ما کمک کنه تو دنیا رو داشته، اینو داشته باشیم، بچه‌م این بشه، اون بشه، آسایش، آرامش. ولی خودمون داخل اون حضور نمیشیم. خدا میخواد ما داخل اون آرامی، یعنی خود او رو پیدا نمیکنیم. و بعد میگه من جان تو رو به چیزهای نیکو، اگه در من داخل شی، جان تو رو به چیزهای نیکو سیر میکنم. تا چی بشه عزیزم؟ تا جوانی تو مثل عقاب تازه بشه. چه وعده ایه؟ وعده تازگی، وعده تر و تازگی. ایمانداری که نیاز دائمی شو به تر و تازگی احساس میکنه، وارد اون، یعنی هیچ کاری، هیچ زنزوختی نداره، هیچ دست و پا و تقلایی نمیزنه به جز اینکه گرسنه و تشنه اون حضور خدا باشه. چون میدونه یک ایماندار چقدر احتیاج به انرژی داره تو این دنیای سقوط کرده، چقدر احتیاج به قوت داره، چقدر احتیاج، نیاز دائمی داره که دوباره و دوباره و دوباره برگرده به اون عشق اولیه با محبوبش که دائم از دست میره. این آیه داره به ما میگه ما خسته میشیم تو این دنیا، ما درمانده میشیم، ما دائما در تهاجمات هستیم،
چون دائما در این زندگی مورد حمله، تهاجمات، حملات احساسی، ذهنی، بدنی، انرژی ما دائما در حال تحلیل رفتن. عزیزان، کسی هست که بگه مستثناست؟ و بعد خودمونو چیکار میکنیم؟ در یک وضعیت غم‌انگیزی میبینیم، نمیتونیم شکر کنیم، نمیتونیم دعا کنیم، نمیتونیم شهادت بدیم. میایم میشینیم، از این گوشمون میشنویم، از اون گوشمون میره، نمیتونیم خیلی کارهای روحانی رو انجام بدیم، پر از غرغر، پر از شکایت. این وضعیت من بود واقعا، پر از بی‌محبتی. چند هفته بود که فقط زق میزدم. یک شنبه خدا رو شکر خواهرمون اقدس اومد به من، یه خوابی از من دید. من فقط به اون قسمتی اشاره میکنم که مربوط به خودم و من حس میکنم اون کاملا از خداست، فقط اونو میگم. و وقتی دهنشو باز کرد این خوابو تعریف کرد، من مطمئن بودم از خداست. گفت من چند تا نون تازه باگت تو دستم بود و شما وایستاده بودی اونجا، اومدی جلو و به من گفتی خواهر اقدس گرسنمه، و من یه دونه از این نونا بهت دادم. گفتم خواهر اقدس این خواب از خداست، من پر از گرسنگی و تشنگیم، چون میدیدم چه چیزهایی داره من بیرون میاد تو این چند وقته. مخصوصا اگه گرسنه و تشنه باشی، یه دردی هم از گذشته تو باشه، بعد هورمونات دیوونه بشه، تو دوران ماهیانه باشه، اینا همه چی میشه؟ تجدید پیدا میکنه. بعد نتیجهش این میشه که نمیتونیم در برابر فشارها، بادهای خلاف جریان معمولی بیستیم، در برابر وسوسه ها بیستیم. ما نمیتونیم عزیزان بدون دریافت از خدا، بدون سیر شدن از خدا بتونیم ادامه بدیم. موسی رو یادتونه؟ 400 سال فقط چیکار میکردن؟ قومش غرغر شکایت میکرد. اگه 40 روز نمیرفت بالای کوه، اگه نمیرفت در حضور خدا، میتونست اون قوم نقنقو گردن کشو تحمل کنه؟ تازه 40 روز میرفت بالای کوه، تازه میگفت ای خدا مگه من اینا رو زاییدم که باید حملشون کنم، از دستشون خسته شدم. و دوباره میرفت در حضور خدا، دوباره با تر و تازگی و صبر و محبت اولیه برمیگشت. عزیزان، خدا میتونه جوانی ما رو مثل موسی تازه کنه تا بتونیم متحمل بشیم، تا بتونیم جلو بریم. واقعا هیچ وقت یادم نمیره، من 19 سالم بود، دائما احساس پیری میکردم، قرص میخوردم، افسرده بودم. الان 57 سالمه. خیلی موقع ها واقعا اصلا من میگم نه، من 3-4 سال فوقش با آلبرت میگم 30 خورده ایستا، یعنی اینقدر خیلی موقع احساس جوانی و تر و تازگی میکنم، چون میفهمم فرقشو. اصلا ربطی به سن نداره. اشعیا 40 آیات فکرم 29 اگه سری یکی بیاره. کجا 40 فکرم 40 یکی بیشتر نده، گفتم 29. میگه ضعیفان را قوت میبخشد خود خدا و من، ناتوانان را قدرت زیاده عطا میکند. حتی جوانان هم عاطفه جان درمانده میشن، خسته میشن، شجاعان به کلی میفتن، وزنه‌بردارا حالشون جا میاد میفتن. اما آنانی که منتظر خدا هستن قوت تازه میابن، مثل عقاب پرواز میکنن، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید. میفتن ها، غرغرا میاد ها، نه اینکه ما سوپرمن نیستیم. من الان وضعم واقعا یک دو هفته خراب بود، مجبور شدم اینجا اعلام کنم. اگه دل کسی رو شکستم بدونین چقدر وضعم خرابه. عزیزان، وقتی اوج میگیریم در حضور خدا، اول شروع میکنیم چیکار میکنیم؟ از بالا نگاه میکنیم به تمام اتفاقاتی که داره میفته. اگه اوج نگیریم، یه اتفاقی تو زندگیمون میفته، فقط جلوی بینیمون رو نگاه میکنیم، همه چیز تیره و تاره، شکست خورده، مبتلا، درمانده، بر جا میمونیم. متوجه هستی؟ خداوند میگه ما رو مثل عقاب به پرواز میده و همون قدرت رو میده. اول میخوام یکم خصوصیات کلی عقاب رو بگم. خصوصیات کلی عقاب، خصوصیات یک انسان تولد تازه یافته است.
یعنی خصوصیات تک تک من و تو میتونه باشه. آمین. که خصوصیات همینطور عقاب مادر که پدر آسمانی خودشو مثل یه عقاب مادر تو تصنیف فکر کنم الان یادم اومد فکر کنم باب 33 امیدوارم اشتباه نکنم که میگه من خودم مثل یه عقاب مادرم که قومم و زیر پروبالم در حمایت حفاظت نگه میدارم. چه خصوصیاتی داره؟ من اول کلی میگم عزیزان بعد میرم تو جزئی. یک قدرت زیادی داره. یک عقاب گفته شده یک آدم کوچیک رو میتونه بلند کنه. ما چی هست؟ قدرت هر چیز رو داریم در مسیح. در مسیح نیست که ما رو تقویت میبخشه. عقاب ها به صورت گله‌ای زندگی میکنن. کلام خدا میگه، من همینجور فقط گذرا میگم و چون اصلی نیست، فقط میخوام ذهنتون رو آماده کنم برای اون نقطه عطف. میگه از جمع شدن با همدیگه ای قوم مقدس غافل نباشی. چرا؟ چون ما مثل عقاب ها باید تیمی گله‌ای با هم زندگی کنیم. سوم، عقاب دید خیلی قوی داره. خدا میخواد که چشمای دل ما باز بشه در مسیح، دید روحانی پیدا کنیم. عقاب یه عادتی که داره چیزهای مرده رو هرگز لب نمیزنه، حتی اگه گرسنه باشه. نیست؟ من و تو هم وقتی با مسیح هر روز تر و تازیم به برکت دیروز، دیروز که سیر و پر نمیشیم هیچی، چه برسه بعضی 6 ماه پیش 3 ماه پیش این اتفاق افتاد. به برکات دیروز، پریروز، ماه پیش، یک ایمانداری که در مسیح تر و تازه شده شهادتش تازه تازه است. آمین؟ هر روز چیز دیروز مرد. مرده ما نمیخوریم، تناول نمیکنیم. پنجم، عقاب عاشق طوفانه. عاشق طوفانه. طوفان بیاد، یادتون 2 سال پیش طوفان اومد، یک 2 نفر گفتن طوفان اومده یک جلسه خواهران رو تعطیل کنیم. اتفاقا اون روز خواهرها چون روی جنگندگی دارن، ارتش رستگاری چیکار کردن؟ دویدن اومدن. طوفان، عقاب هم عاشق طوفانه، دوست داره به خلاف جریان، چون چیز نیست که بخوابه فقط یکی بادش بزنه. و همینجور عقاب قبل از اعتماد کردن به دیگری او رو امتحان میکنه. اشاره به حکمت یک ایمان داره که من تو این قسمت خیلی کم دارم. قبل از اعتماد کردن به یکی دیگه او رو امتحان میکنه. جفتشو، هر کسی رو که میخواد باشه یک بشه، امتحانش میکنه. و این اشاره به حکمت ما ایماندارا داره. این چیزی بود که من کلیسای ایران یاد گرفتم، همه رو دوست داشته باش ولی به کسی اعتماد کن که امتحانش رو پس داده. و هفتم، عزیزان، تا پایان عمر با جفت روز اولش زندگی میکنه. هرگز جفت دیگه ای نداره مگه اینکه با او بمیره، مثل ما ایماندارا نیست. و همینطور اسم ماها بچه، واقعا بارها یه موقع خیلی خسته می شدم، می گفتم ای خدا من، واقعا این حیوان ها دیدی بچه هاشون به دنیا می آن از شکم نیفته پا می شده می دوه می ره علف می خوره و خودش از کو مای بدبخت و 90 سالگی هی باید بگیم الهی بمیرم قصد و درست کن اینو بده اونو بده. الان فهمیدم عقاب هم مثل ماست. عقاب هم مثل ماست، بیچاره، الهی بمیرم براش. عقاب بچه هاش تازه 10 تا 15 سالگی به بلوغ میرسن، قربونش برم، همینجور تو این لونه خوابیده، این دهنا همینجور باز کی بسته میشه. و یه خصوصیت دیگه، این ما انسان ها، مرده میره کار میکنه، ماده تو همینجور جا خوش میکنه روی این که سیری ناپذیرن، اصلا سیرم نمیشن جوجا، همینجور صبح تا شب دهنشون بازه. عزیزان، و برای این که تشویق بشین، کم نظیرترین و گرانترین عقاب ها عقاب ایرانیه. جوجه اون عزیزان به 750 هزار دلار فروش میره، فقط جوجه عقاب ایرانی که معروفه به عقاب طلایی. یه عقاب بسیار نادر که تمامی آسمان های ایران و از این شهر به اون شهر با قدرت پرواز میکنه، ولی به طور خاص در رشته کوههای البرز اونجا زندگی میکنه، اون بالای کوه، بالای کوه دماوند اونجا زندگی میکنه. و
و همینطور یادتونه یه داستان بود تو روزنامه ها که عقابی اینقدر قدرتمند بود، یه بچه 3 ساله الهی بمیرم اصفهانی رو گرفته بود به منقار برده بود، گوسفند یه کشاورز رو بلند کرده بود، یادتونه این چیزا رو. الان اینا کلیه. خب الان خسته نشدین گوشتون به منه؟ الان من همه اینا رو جمع بندی کردم برای اینکه بیارم پس خصوصیات این حکران کوهستان ها، این سلطان آسمان ها، دید عالی، پرواز عالی، قدرت عالی، نیروی جنگاوری منحصر به فرد که من و تو باید تک تک اینا رو داشته باشیم وقتی در خدا هستیم. آمین. دید بینایی روحانی عزیزان، یک ایماندار، قدرت تشخیص او، توانایی او که از اینکه تشخیص بده دروغ و راست و بد و خوب و کی سکوت کنه، کی حرف بزنه، روحا رو چجوری تشخیص بده، وقتی تو مشکلات اون نادیده رو ببینه و استوار بشه، اون فرشته های خدا رو، اون لشکرهای آسمانی رو مثل غلام الیشا ببینه و جانش بلند کرده بشه. آمین. اگه دید روحانی نداشته باشی چی میشه؟ تو این قسمت کم میاریم. ما دعوت شدیم که با حواس روحانیمون، نه این چیزای دیدنی رو که میبینیم، شرایط هم معمولا همه چی قرقاتیه، زخم میکنی، پروالمون شکسته میشه، بلکه لابلای این طوفانا ببینیم که خدا پشت تمام صحنه های زندگی ما. آمین. و خدا میخواد چشمان ایمان ما که خیلی وقت داده اثر بی ایمانی ضعیف میشه، نمیتونیم دنیای نادیده رو ببینیم، خداوند میخواد اون رو شفا بده. آمین. امروز. آمین. و ایمان ما رو احیا کنه. آمین. و همینطور توانایی پرواز، یک عقاب حتی یک گفتم یه آدم رو میتونه بلند کنه، و همینجور عقاب عزیزان خیلی مواظب از صرف انرژی زائد. دیدین خیلی ها انرژی آدم رو عبه میبرن و هیچ ثمری هم نیست، و عقاب این خصوصیت رو داره، بالبال علکی نمیزنه مثل مرغ مگس، البته اگه ضرورت داشته باشه بالبال میزنه، ولی چیکار میکنه؟ همیشه تو صخره ها ساکنه. حساسیت زیادی داره عقاب به تشخیص جریان باد از کدوم ور میوزه، تا باد که میوزه، بادی که از هر سمتی میوزه از اون سمت بالاشو باز میکنه و خودشو میسپره به جریان آب، دیگه باد دیگه بالبال نمیزنه، بلکه این باده که او رو حرکت میده. عزیزان همطور یک ایماندار باید جریان باد روح القدس تشخیص بده. الان خدا داره حرکت میکنه، الان یه فصل تازهی در کلیسا داره شروع میشه، خدا داره یه کار تازه میکنه، الان خدا امروز داره منو هدایت میکنه، و مثل عقاب که بالاشو باز میکنه جریان آب بادو حس میکنه و خودشو تسلیم میکنه، یک زن روحانی، یک مرد روحانی وقتی خودشو در خداوند پیدا میکنه، اراده خودشو در اون جریان بادی که میوزه، چه موافقش باشه چه مخالفش باشه، تسلیم اراده خدا میکنه، در اون جریان که تسلیمه با روح خدا، در اون اطاعت به روح خدا اوج میگیره. عزیزان در اونجا، در اون مشارکت، در این ملاقات عزیزان بالا و بالاتر میره، در اون بالا ایمان میمونه، و در اون بالاست که محافظت میشه از حملاتی که این پایینه. میگن روحای شریر پایین افتادن، بالا نیستن. نیست؟ بارها شده شاید من خودم یا خیلی ها واقعا کم آوردیم و واقعا فقط نالمون این بوده آه ای خدا من، تو امروزی خدمت منو، فقط اون بادی هستی که تو بالهای خدمت من داری میوزی، تو اون بادی هستی که امروز اجازه میدی طبق اون مسیر تو حرکت کنم و نام خودتو از تمام ضعفایی که الان فقط خودت میدونی تو منه جلال خواهی داد. آمین. وقتی عقاب یه تومه بزرگی رو برمیداره، چون برای بچه هاشم فکر میکنه، فقط نمیره خودش بخور و بره، نیست مثل خیلی حیوانات بچه به دنیا میاد رها میکنن،
و ما هم خوانده شدیم نه فقط خودمون تقصیه کنیم، بلکه دیگرون هم تقصیه کنیم. عزیزان خودمون سیر و پر بشیم، برای فرزندان خدا بیستیم، برای گله خدا، برای برهای خدا، برای پادشاهی خدا بیستیم. یه موقع ما فقط هم جون میکنیم که یه ذره خودمون سیر شیم، جمع میکنیم میریم تو حجره خودمون. باید انقدر توقع داشته باشیم که سیر بشیم و این سیری شما پیرامونتون رو سیر کنه. آمین؟ آمین. و همینطور نیروی جنگاوری یک عقاب، عقاب برای تنازع بقا می جنگه تا آخرین نفسش. ما هم همینطور خوانده شدیم برای جنگ کردن. مزمور 18 آیه 34 37 38 من همینجوری یادم اومد اینا رو نوشتم، بعدا میتونی خودتون بخونی. ای خدا تو دستای منو برای جنگ تعلیم دادی، کمان برنجین رو با بازوهای تو که من قوی ساختی دستای خودم میشکنم، دشمنانم رو تعاقب میکنم تا به زمین نیفتم بر نمیگردم، تا تلف نشم بر نخواهم گشت، چون که ای خدا تو کمر منو برای جنگ به قوت بسته ای و تمام مخالفینم زیر پاهای من قرار خواهند گرفت. عزیزان ما پیرو صلح هستیم، در این حال زنان جنگ خلاف نفس امارمون می جنگیم، خلاف اون دشمنان درونمون خوانده شدیم به جنگیم، خلاف دشمنان در تاریکی که دائما علیه رابطه ها همجور که ماهرخ جون گفت کلیسای خدا در حال ستیزن خوانده شدیم به جنگیم. آمین. علیه ناراستی، علیه ریاکاری، چه در زندگی شخصیمون چه در خدمتمون ما خوانده شدیم به جنگیم و این قوت جنگاوری ما باید هر روز تازه بشه. اگه فلسفه جنگ رو ندونیم همه چی راحته، محبت، سازش، صلح، سلامتی خیلی راحته. نیست فقیده، فقویده، قایقوخه. اما از کجا میاد این نیرو، این قوت جنگاوری، این دید روحانی، این پر پرواز از کجا میاد؟ از تمام غذاهایی که ما میخوریم. چه غذایی تو در روز میخوری؟ آی جانت با چیزهای نیکو سیر میشه؟ انسان به نان زیست میکنه نمیکنه، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا میاد. این هم در عهد عتیق گفته شده، هم در عهد جدید. انسان به نان زیست نمیکنه، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا میاد. از کلام تغذیه میشین، تو تعلیمات هستین، تو مشارکت مقدسین هستین، پرستش های جمعی آیا سیرتون میکنه یا در روز انقدر حله حوله های دنیا رو میخوریم، تو رقابت و تقلع و خاطرات گذشته رو فقط غربال میکنیم که فقط چیزی آیدمون نمیشه به جز این که اون یه ذره حیات هم، اون یه ذره تنفس مصنوعی هم که یکی بهمون داده با دعا به یغما میره. در روز با چی تغذیه میشی؟ از چاهای دسته شده، کنده شده به دست خودت، از اون حوضهای شکسته، دنبال دنیا، لذت، شهرت، معروفیت؟ عزیزان ما خوانده شدیم اون بالا باشیم. آمین. خدا ما رو با خود برخیزانی در جاهای آسمانی نشانید. همین الان بالاتر از هر ریاست، قدرت، قدرت، سلطنت، هر نیروی در سه جهان، بالا، پایین، زیر زمین، ما روی همه آنها هستیم. اگه از خدا هر روز سیر بشی، عزیزان بالا زندگی کن. بالا هوا پاکه، بالا هوا تمیزه، بالا هوا احیا کننده است، قدرت دهنده است. اما نمیخوام اشتباه متوجه بشین که فقط کلام خدا، بیام کلام خدا بشنوم، از روح خدا، شراکت امروز در شام نان و شراب، آمدن مرتب به کلیسا، گوش دادن، فقط بیایم حتی موعظه ها و تعلیم ها رو گوش کنیم، اینا فقط ما رو سیر نمی کنه. یعنی فقط بیایم به این صبح پاشم به زور یک کلام باز کنم، بلکه در کلام، در موعظه، در هر چی، هر کاری که می کنی دنبال خدا باید باشی. خدا از طریق کلام منی پر از محدود و اشتباه و ناقص امروز میخواد تو رو سیر کنه، از طریق کلام واعظین، از طریق مشارکت حتی شهادت ها میخواد ما رو سیر کنه. تنها و تنها عزیزان رضایت واقعی
در خداونده. و این چقدر زیباست عزیزان که من و تو به مرحله‌ای برسیم که مثل داوود تو مزمور 73 آیه 25 میگه برای من کیه در زمین، برای من کیه در آسمون، غیر از تو هیچ چیز رو در زمین نمیخواهم، هیچ چیز رو، فقط جان و وجودم زهه برای تو میزنه، تو که صخره دلم و حسه من هستی عزیزان. واقعا اگه دارم اینو میگم، بارها بارها تجربه کردم که تو دنیا 60 کیلومتر هیچی نبوده، فقط زمانهایی بوده که خدا سیر شدم، چطور روی همه تمام شرایط تاریکی، تمام اون خشکی‌ها و قحطی‌هایی که از هر سو، چطور من مسلط بودم و همینطور برعکسشم تجربه کردم. اما یادمون باشه تمامی زمانهایی که در دارم میگم در اوج هستیم، همیشه این نیست که در اوج باشیم، یه موقع در اوج پروازیم، سیر میشیم، اوج میکنیم، ولی یه وقت حتی جون پرواز کردن رو نداریم، چه برسه پرواز، جون راه رفتن رو نداریم، جون دویدن رو نداریم، برندگی خودمون رو از دست میدیم، تر و تازگی خودمون رو، دید روحانی خودمون. یک شنبه گفتم فقط یه بار نیست، ملاقات شدم وقتی عیسی مسیح اومد آرامش بهم داد، نجات پیدا کردم. 10 سال پیش یک ملاقاتی شدم، پای صلیب افتاده بودم. 5 سال پیش خداوند میخواد هر روز تر و تازگی ما رو تازه کنه عزیزان. ما هم یه چیزی بگم، قوت روحانیمون، تر و تازگی روحانیمون مثل عقاب ها دست میدیم. عقاب ها یه خصوصیت دیگه ای که دارن مثل ما انسان ها، پیر میشن، تر و تازگیشون رو از دست میدن، پر و بالشون رو از دست میدن عزیزان. یه عقاب 40 سال، 45 سال تا 50 سال میتونه زندگی کنه، ولی عزیزان برای اینکه یه عقاب بتونه سن بیشتری رو تجربه کنه، یعنی میتونه تا 70 سال چیکار کنه؟ زندگی کنه. ولی یه گزینه داره، یه گزینه خیلی سخت، میتونه بمیره همون 45 سالگی 50 سالگی. خیلی موقع تو کلیسا شاید 10 سال پیش ما مردیم، اصلا حالیمون نیست، فقط سن جسمانیمون تا 90 سالگی، ولی 20 سال کسی که ملاقات نشده داره مردگی میکنه عزیزان. دائما اگه ظاهرش هم نقنق نکنه، درونش پر نقنق، یهوی جلو همه چی میزنه بیرون. عزیزان عقاب ها چنگال هایی که انسان میتونه بلند کنه. وقتی 45 سالش میشه بلند میشه، لطیف میشه، نمیتونه تومه خودشو بگیره. نوک تیز و بلندش چی میشه؟ کند میشه، خمیده میشه. بالهاش چی میشه؟ زخیم میشه، چرب و چیلی میشه، به سینهش میچسبه، دیگه نمیتونه پرواز کنه. و عقاب دو گزینه داره، یا باید یه فرایند سخت 150 روزه رو طی کنه، یا مثل خیلی عقاب ها در 45 سالگی چوز بمیره. ولی بعضی از عقاب ها هستن که ایمان دارم تک تک شما هستین، راضی به مردن نیستن، قانع نمیشن که زود بمیرن، برای همین آخرین جونی که داره میره تو مثلا قله کوه دماوند، من حال نمیگم اونجا ها، ولی همینجور دارم مثال میزنم، میره خودشو میرسونه به اون نوک، یه گوشه دنج، یه صخره مانند، انقدر نوک خودشو به صخره میزنه تا از جا کنده بشه، بعد وای میسه، انقدر صبر میکنه، چیزی که من یکی اصلا ندارم، انقدر صبر میکنه تا نوک تازش در بیاد. با اون نوک تازش چیکار میکنه؟ چنگالایی که نرم شده، خمیده شده، از جا در میاره. بعد انقدر صبر میکنه عزیزان تا چنگالاش تازه بشه، بعد با اون چنگالای تازه شروع میکنه پرهای قدیمیشو به کندن. فکر کنین در این مدت چقدر زشت میشه، خودشو تو صخره قایم میکنه. یادتونه عیسی مسیح روی صلیب روحا از اون برگردانیده میشد، هیچ هیبتی نداشت که حتی کسی به اون نگاه کنه. و این اوقا 5 ماه صبر میکنه تا تولد تازه پیدا کنه، تا بتونه 30 سال دیگه با قوت مثل اون سلطان آسمان ها، جنگاور کوهستان ها، دوباره زندگی کنه عزیزان.
من و تو برندگیمونو از دست میدیم، قوت روحانیمونو، دید روحانیمونو از دست میدیم، اگه الانم داری بازم از دست میدیم. و خدا همینجور که عیسی مسیح رو تر و تازه کرد، رستاخیز داد، مثل اون عقاب میخواد ما رو تر و تازگی و تولد تازه بده. امروز قوت قیام مسیح میتونه در تو حرکت کنه، کار کنه، تو رو سیر کنه تا جوانی روحانی تو مثل عقاب چیکار کنه؟ تازه بشه. اما یه نصیحت خواهرانه دارم بهت بگم، یک نصیحت، یه 10 دقیقه دیگه وقت داریم. خداست که همه زمام امور رو در دستش میگیره، خداست که همه این کارا رو میکنه، نیست؟ خواسته خودت هست، مثل اون عقابه تصمیم میگیره، ولی برای تمام این قسمت ها عزیزم به خدا تکیه کن. عزیزم اتفاقی نیست، چند روز شهادت های خیلی زیادی میشنوم، چهارشنبه دیروز بود فریبا جون چه شهادت های عالی میداد. اتفاقی نیست که در زندگی تو افتاده باشه یا در حال افتادن باشه که من و تو مستحقش باشیم، که مستحقیم، لیاقت داریم الان پاس بگیریم، الان دوماد خوب داشته باشیم، الان عروس خوب داشته باشیم، الان کار خوب داشته باشیم، نیست؟ من همیشه گفتم فوق لیاقتم خوشبختم. هر چیزی که ما کسب میکنیم لیاقت ما نیست، بلکه خدا داده. همین الان که تک تک شما اینجا هستیم فقط فیض خداست، فقط فیض خداست اینجا هستیم، نه موعظه های من، نه مسح کسی. همین که من الان اینجا لیاقت دارم، لیاقت یعنی خدا داده، من ندارم، شما اینجا هستم، زنده هم اصلا خدمت که هیچی. من 30 سال پیش باید با همسرم که 30 سال پیش چوز گفت خدافزی که منم باید میرفتم، خون من از اون خونه رنگین تر نبود عزیزان. هیچ وقت خدا نمیذاره و میخوام همیشه نذاره که یادم بره، نه برای اینکه اینجا جولون بدم، برای اینکه کانالی باشم که برای او و برای شماها زندگی کنم. من و تو مستحق هیچ چیز نیستیم، بیشتر از لیاقتمون داریم. یه موقع فکر نکنید دلم خوب بود خدا اینو به من داد، دعای من بود، حکمت من بود، تو دادگاه قشنگ بلد بودم چجوری جواب دادم، برای همین پاسو گرفتم، برای همین چیزای خیلی عالی که دارم نون قلبم رو میخورم. متوجه هستین عزیزان؟ اگه کلیسایی الان هست، اگه تک تک شما هستین اینجا، فقط و فقط فیض خداوند ما عیسی مسیح، همه چیز از اونه و خدا میخواد ما خودمون رو تقدیم او کنیم. وقتی داشتم اینو مینوشتم واقعا هم یاد خودم افتادم، هم یاد فرشته جون افتادم. زندگی فرشته واقعا هیچ وقت یادم نمیره، بارها گفتم مثل یه آینه است، هر دفعه اونو میبینم میگم مرده‌ای بوده که رستاخیز پیدا کرده از مردگان. خیلی از ما، بعضی از ماها، مثلا نسرین ها و فرشته ها، خیلی بیشتر مدیون خدا و کلیسای خدا هستیم، خیلی بیشتر فیض یافتیم، نیست؟ هیچ وقت یادم نمیره چقدر روزای سختی رو گذرون. من اصلا یاد ندارم تو زندگیم عکس کسی رو انداخته باشم. یادم وقتی تو بیمارستان بود صورتش اینقدر هیچ امیدی نبود، صدای خدا رو شنیدم که عکس او رو بنداز برای اینکه یه روزی داشته باشی. عکسش الان تو هندیم هست. چطور کلیسا پشت او ایستاد، چطور در دعا و شفاعت، چه اشکایی برای او ریخته شد که الان اون اینجاست، چه ناله هایی شده در حضور خدا، چه افرادی خدمت های عملی کردن، همه پشت او بودن. ما مدیون هیچ کس نیستیم به جز محبت عیسی مسیح. همه این کارهایی که برای او شده، برای من شده، که الان شما اجازه میدیم اینجا کلام خدا رو به سمعتون برسونم، همه فیض خداست و ما مدیون خدا هستیم. آمین. نسرین ها و فرشته ها تا آخر عمرمون باید زانو زده بدن مسیح و کلیسا رو خدمت کنیم، چون فیض زیاده یافتیم. آمین. و هر قوت روحانی که داریم، هر چی که داریم تقدیم خدا میکنیم و هیچ وقت اجازه نداریم محبتمونو، عشقمونو، وقتمونو،
قوتمون رو به جز خدا اول برای خدا برای چیز دیگه ای صرف کنیم. ما خوانده شدیم وقف خدا بشیم و در این سیری روزانه سیر بشیم، جوانیمون مثل عقاب تازه بشه تا گله اون مراقبت کنیم. آمین. با دشمنان اون مبارزه کنیم، به صحنای او با شکرگزاری بیایم، با تسبیح بیایم، به جانمون نهیب بزنیم، با سنج‌های خوش صدا او رو بپرستیم، با آوازهای بلند سرودهای زیبا رو نثار او کنیم، برای او سرودهای تازه بسراییم، جان خودمون رو برای این دنیا هدر ندیم، بلکه فقط و فقط برای او رضایتمون رو هر روز در او پیدا کنیم، از او سیر بشیم که او قادر جوانی ما رو مثل عقاب تازه کنه. و ایمان داشته باش و بدون کسی که این حکمت رو داره امروز اینو دریافت میکنه، هرگز و هرگز هیچ قوتی، هیچ جوانی، هیچ نیروی رو هدر نمیده، چون خدا میبینه اون شخصو و نصیب مضاعف میده. قوت مضاعف، دید روحانی مضاعف، قدرت جنگاوری مضاعف که خلاف جریان این باد این دنیا حرکت کنه. آمین. آمین که در نام عیسی مسیح سیر شیم از این نان حیات. امروز وقتی تو قلبم بود، وقتی که میام فقط این نان و شراب و از دستای هم دیگه به نیابت عیسی مسیح، چون عیسی در ماست، کسی که هر روز در عیسی با همه اشتباهاتش عیسی در او زندگی میکنه. و همینطور هم دیگر رو برکت بدیم، بگیم سیر شو از این نان حیات در نام عیسی مسیح، سیراب شو از این آب حیات در نام عیسی مسیح. وقتی خون خداوند و شراب رو هم میدیم، سیراب شو در نام عیسی مسیح از این آب حیات. وقتی نان خداوند، بدن خداوند رو به هم میدیم، سیر شو از این نان حیات، قوت نام عیسی مسیح. آمین.